در مواردی که از دستشون در میرفت وقتی حین بازرسی متوجه میشدن که فردی از مجاهدینه، از ورود او به حوزه ها جلوگیری میکردن و یا از حوزه بیرون میکردن. نمونه هایی داشتیم که در حوزه رو بستن، مثلا بعضی حوزه ها که افراد خیلی زیادشون یا مثلا نفرات حوزه در بست از هواداران مجاهدین بودن، مثل کوی فرهنگیان تبریز، اصلا حوزه کوی فرهنگیان رو بستن. یا مثلا کوی باز کوی شهناز، خیابون شهناز یک حوضه‌ای داشتیم که حوضه شهناز معروف بود. این هم همینطور و علی‌رغم این که وسط به اصطلاح خود تبریز بود، این حوضه هم بستن. همین اولین صحنه‌ای که تو رأی‌گیری من دیدم این صحنه بود که یک همین اخباری که رئیس همین بود از طرف حزب بود داشتیم میرفتیم و بعد درباره نحوه نظارت و اینا صحبت میکردیم و کنترل و اینها. بعد یک حاج آقایی بود که الان اسمش یادم نیست، این حاج آقا این کارکار چاپخونا بود بیشتر. ما میگفتیم آقا این شیوه اینجوری باشه اینجوری باشه، این گفت خب منم نمیشناخت دقیقا، گفت حاج آقا شما خیالتون جمع باشه، شما فقط بگید چی کار میخواییم بکنیم، ما همه کار انجام میدیم، همه چی فراهم شده. منظورش اینه که تمام زمین ها برای تقلب فراهم شده. ما دیگه اخباری میگفتیم که آقا جان این که این داریم یه که انتخابات میکنیم، ما یه تقلب میکنیم. اخباری میگفت آقا ببینید از همین حالا شما داریم صحنه رو متشنج میکنیم.